شما در ادامه برنامه نسیم صبح هست. باز هم سلام مجدد تقدیم میکنیم بوده کسایی که از اول برنامه تا این دقایق با ما هستن و بیننده برنامه خودشان هستن و خدا کنه تا این دم با ما باشن و تا آخرین دقایق آخر از برنامه باشن. امروز همچنان در بخش دوم از برنامه نسیم صبح قرار داریم. در بخش دوم فکر نو هست که البته دختر خانم خیلی ها موفق را دعوت کردیم. یسرا الفزای محصل هست که امروز دعوتشان کردیم که امروز خوش آمدید میگیم و صبح زیبایتان بخیر باشه. یسرا جان خوش آمدین. یسرا جان عزیز زنده باشین. اولا سلام تقدیم میکنم به هر دو شما نازنین و سلام به تمام برنده های عزیزی که امیل هستم. ما و شما را برنده هستن و ما هم خرسند هستم که امروز در کنار شما هستم. سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. صفا اورین تر برنامه میشه. درباره فعالیت هایت بگی یسرا جان که همه ما آگاه شویم در روزمره چیکار را انجام میشین. اولا خودم معسل هستم، یعنی قابلگی میخوانم. خیلی خوب. سمستر چهارم هستم. خب ماشاءالله. در کنار از او هم دیگه هم خانه در مادر جان کمک میکنم، در بالای از او هم در رسانه کار میکنم. یکی از رسانه های صوتی هستم، در او کار میکنم. بسیار خوب. میشه بگید که در کدام رسانه کار میکنین و چی فعالیت های از خود انجام دادین و انجام میدین، در حال انجام داده هستین؟ بله، من همیشه دوست داشتم در رسانه کار کنم و موفق هم شدیم در کار. خیلی خوب. و فعلا در رادیو دلها کار میکنم و دیگه برنامه فعلا که برنامه که من پیش میبرم تفریح است. بسیار خوب. از چه زمان شروع به فعالیت کردی در رسانه؟ 2 سال میشه که من در رسانه کار میکنم و هر چی بیشتر کار کرده میرم علاقه‌مندی زیاد شده میره. یعنی چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که خودت در رسانه بیای، در رسانه کار کنی؟ من همیشه دوست داشتم صدای خودم از یک طریقی به مردمم برسانم و همیشه لبخنده در لبای مردمم جاری کنم. چقدر توانستین شما در این کار موفق باشین؟ و در نظر خودم فکر میکنم دیگه 100% هستم، چون برنامه که من پیش میبرم هیچ شنونده امکان نداره که برنامه را نشنم بشنم و خنده نکنه. خیلی خوب. بسیار زیاد گچه موفق همستی. بازم موفق باشی. خب یسرا جان میشه درباره تحصیلت بگو، در پالی که البته قابلگی رو میخونی دیگه کدام رشته رو میخونی؟ ما مکتب در ایران خلاص کردیم و در اینجا دیگه پانتون در اینجا شروع کردیم، چون چند ساله خیلی خرد بودم در ایران بودم. مکتب اونجا خلاص کردیم، بعد از اونجا آمدیم، فعلا سمستر 4 است، قابلگی میخوانم. در تحصیل که در اونجا کردین و تحصیل که در اینجا، یعنی درس هایی که درسی که در اینجا داده میشه چگونه است؟ تفاوت چی تفاوت ها رو در اینجا میبینید؟ هیچ تفاوتی نداره در نظر خودم. خب. اصلا چون درس که اونجا است کمی مشکل است. از زندگی مسافری بگیم که چند سال در ایران زندگی کردین و چگونه زندگیتون در اگر در افغانستان آمدین بهتر شده یا خوبتر، کدام شده یا بدتر؟ برام هیچ فرق نمیکنه، چون اینجا کشورم از وطنم از اینجا خوب است، برام راحت هستم و کسی که مرا دیگه بخواه بگویه که دوباره تو را میبریم طرف ایران یا خارج، چون خودتان میفهمین خارج خوب است نه، مگم اینجا برام زیاد بهتر است چون راحت هستم، وطن خودم است. خیلی دوست داری وطن ده. چی است؟ وطن انسان، مادر انسان است. چون ما در آغوش همی قسمی که مادر در آغوش خود کلان میکنن، همون قسم ما در آغوش همی وطن ما کلان میشیم. وقتی که قدری وطن ندونیم، ما مطمئن به این هستیم که قدر مادر خودم نمیدونیم. واقعا راست میگیم، چون ما هستیم که وطن برمون ضرورت داره. ما باید کوشش کنیم تا قله های بلند برسیم تا بتانیم یک الگوی شیم، در وطن خود خدمت کنیم تا از دیگه از طریق خودمو در مردممو خدمت ما رو برسانیم. بسیار زیاد خوب. فرزند چندم خانه هستی یسرا جان و چقدر بر خانواده کمک میگیری گرچه در رسانه هم کار میکنی؟ از گاهی والی فرزند اول خانه هستم، چون تنها دختر خانه هم خودم هستم. دیگه 3 تا بیادر دارم، تنها دختر خانه هستم. خیلی نازانه همچنان باشی در خانه ها؟ شاید به خاطر که یک دانه هستی. واقع کار زیاد نمی کنم من، چون ببینم که مادرم دیگه در کار است باز تمام کار سر برادران انجام میدی. سری انگیم است. خیلی خوب. میشه درباره پلان های آینده بگویی که در آینده بخیر چی تصمیم ها داری، که چه هدف ها داری که به او هدف هایت برسی؟
ما تصمیم دارم در آینده قابلگی را خلاص کنم و از همو طریق کسایی که خدای نکرده ناجور نشن اولا و کسایی که مریض هستن برشان کمک کنم و کسایی که نیازمند هستن از همو طریق مجانی برشان مالجه کنم. خیلی خوب انشاءالله. مصر جان میشه ازی بگوین که مثلا این برنامه فکر نو، یعنی در بخش فکر نو شما رو مهمان کردیم، فکری که شما دارین و فکری که یک جوان دیگه داره چقدر تفاوت داره و فکر شما در مقابل جوانان و مسئولیت جوانان و امی کوشش های جوانان چیگونه است؟ خب زنده باشین جوانا، شاید فکرای هر کس متفاوت باشه. بله بله دقیقا. خب 100% خواست هیچ امکان نداره که متفاوت نباشه. بله بله. و ما کوشش میکنم و با دوستان با کسایی که ما را میبینن، جوانایی که میبینن، توصیه میکنم فکرای مثبت کنن و بتانن که در کشور چیزی شون که و همو کشور از ما راضی باشه، بزرگا از ما راضی باشه. انشالله انشالله. مثل البته یسرا جان واری یک دختر خانم خیلی هم موفق باشن و با هدف که دارن به هدفهایشان انشالله برسن و اراده قوی و مستحکم داشته باشن. خب میشه درباره نظرت هم میخواییم از درباره دختر خانم هایی که البته مسئول پذیر نیستن و هدف ندارن در زندگی، فقط میخورن و میخوابن، چی نظریه داری؟ نه نخواد تو باشن، شاید کسایی که بیننده باشن بگه کسایی که دختران رو خب بعضی ها هستن اما مسئولیت پذیر نیستن، گرچه استعداد خارق العاده ای داره، از استعداد خود خوب استفاده نمیکنن و ما زیادی جایا رو میبینم دختر خانم ها امکان بیرو کار کردن ندارن. بله نمیتونن ده بیرو چون اجازه فامیلی ندارن، قید هستن. اما بعضی ها البته زمانی که اجازه همچنان دارن از استعداد خود استفاده کردن نمیتونن. او امکان نداره، باید استفاده کنن. اگه استفاده نکنن باز اگه پنهان بانن هیچ فایده نمیرسانن. اگه اون رو استفاده کنن هم به خودش کدام فایده میرسانن هم به طرف مقابلش. دقیقا. و از فامیلی که دخترهایشون رو قید میکنن از همونا خواهش میکنم که نکنن این کاره، بانن از همون دختر خانما، از همون استعدادی که داره، از همون طرز فکر مثبتی که داره و از همون هنرنمایی هنر دستشان که داره بیرون باشن و استفاده کنن. خیلی دقیقا. و خدا کنه که صحبت های خودت در بالای والدینی که البته اجازه نمیتن دخترهایشان بیرون از خانه کار کنن تاثیر کنن و انشاءالله یک جامعه پر از خوبی ها و با ارزش داشته باشیم. البته زیادتر به دخترها با ارزش تر هسته. خب فعالیت هایشان بیشتر هست، خصوصا در جوزیان دختر خانمایی هستن که خیلی ها موفق هستن، روزانه چندین کار انجام میدن، ما شاهد هستیم و اونا را همچنان ما تقدیر میکنیم و قابل ستایش هستن. دقیقا. یسرا جان شما خود گفتین این قسم، یعنی اینقدر فعالیت هایی را من میکنم، شما خود تا چقدر موفق احساس میکنم؟ من در نظر خودم از 100% بالاسته، چون اعتماد به نفس خودم زیاد است، چون خیلی سر خوب. خودم زیاد اعتماد دارم. خیلی خوب. خیلی خوب. علت موفقیت تان در چیست که اینقدر اعتماد به نفس شما بالاست؟ این قابل توصیف است؟ زنده باشین، چون فامیل مرا چیز میکنه، پدر جانم است، مادر جانم است، برادرایم است، اینا که هستن حمایتم که میکنن اعتماد به نفس من زیاد شده میره. دقیقا. چون کسی که حمایت نکنه هیچ وقت اعتماد به نفس نمیداشته باشی. تا حال شده که شما با کدام مشکل، یعنی در مقابل شما فرض مثال کارکردهایی که شما دارین میخواین بکنین کسی ایستاشته باشه بگه که نه یسرا جان ای کار نکن؟ بله دقیقا. و جامعه ما خودت میفهمی یک جامعه سنتی هست، بر دختر خیلی مشکل زمانی کنو از خانه بیرون مبرین کار میکنن، خیلی مشکلات زیاده رد سر راهشان میاد. واقعا این کار شده سر من، چون مامایمشان کمی فامیلایشان قید هستن. آدم هر کس هست طرز فکرش هست در ما قسم میتونه زندگی کنه. مامایمشان خیلی مانع مرش میشدن، سر رای میشدن، بازم در مو مقابل از امونا دیگه استاد شدم، جنگیدم. شکست قبول نکردی؟ نه خیلی، هیچ وقت هم نمیکنم شکست قبول. اگر باید آدم شکست قبول کنه همیشه در زندگی پژمرده میباشه. بله. اگر دیگه شکست قبول نکنه همیشه در زندگی موفق هم هسته و همیشه شاداب سرحال می باشه، مثل گل تازه می بره. خب باید جوان ها چی گفتنی داری که وقت گذرانی میکنه، از وقت خود استفاده نمیکنه، وقت برشن ارزش نمیده؟
در جوانها گفتنی مامی است که مثل یک مکتب جور کنه تقسیم اوقات به خاطر کارشان که فقط یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه را به خاطر تفریحشان بونه، دیگه وقت بونه به خاطر طرز فکر مثبتشان و به کارهایی که بتونند در وطن ما خدمتشان برسانه در کار استفاده کنند. بسیار زیاد سپاس میکنم از یوسرا جان که امروز دعوت ما را پذیرفتن، سابقه خیلی عالی داشتن. خب میشه به عنوان آخرین گفتنی یک پیام از خودت داشته باشیم یوسرا جان؟ من هیچ گفتنی ندارم. گفتنی بزرگترین آرزوی من همی است که در افغانستان یک صلح سرتاسری بیاید. انشالله. دیگه گفتنی ندارم. انشالله ما هم با امید هم روز هستیم، همه تشنه صلح هست. انشالله با امید پیروزی، با امید صلح آمد. و سپاسگزاری میکنم حضور هر یک شما که تا این دم بیننده برنامه تان بودین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما همچنان هستیم. و ای بود برنامه نسیم صبح. ناگزیر هستیم حضور گرمتان مرخص شویم. لحظات خوش میخوایم براتان. خداوند نگهدارتان تا روز بعد. بدرود.